ساخت دستگاهی برای شنیدن صدای فعالیت‌های سلولی. انصراف زک اسنایدر از ادامه کارگردانی فیلم جاستیس لیگ. انتشار نخستین نتایج از قوی‌ترین آشکارساز ماده تاریک. و انتشار گزارش مالی تیک تو اینتراکتیو. سلام، به هایلایت پنجشنبه 4 خرداد ماه خوش اومدید. پژوهشگرای آمریکایی توی تحقیقاتشون برای اندازه‌گیری فعالیت‌های بیولوژیکی تو سطح رگ‌های خونی فیبر نوری خاصی ساختن که میتونه تغییرات کوچیک تو سطح انرژی رو ثبت کنه. موثرترین روشی که تا امروز برای مشاهده تغییر سطح انرژی استفاده می‌شده، روش AFM یا میکروسکوپ‌های نیروی اتمیه. بد نیست بدونید فیبر نوری ساخته شده تا 10 برابر نسبت به روش AFM حساس‌تره. به کمک فیبر نوری ساخته شده میشه نیروهای کمتر از 160 فمتو نیوتون و صداهای کمتر از منفی 30 دسیبل رو رصد کرد. فیبر نوری استفاده شده تو این آزمایش ها 1 صدم تار موی انسان ضخامت داره. پژوهشگرها با محاسبه شدت نور ناشی از تغییر آرایش مواد داخل این فیبر، سطح انرژی یا تولید صوت رو توی واکنش سلول ها با بدنه پلیمری فیبر ثبت میکنه. با تغییر پلیمر این فیبرهای نوری میشه نیروهای بزرگتر یا کوچکتر رو هم ثبت کرد. روز گذشته بود که وبسایت هالیوود ریپورتر اعلام کرد که زک اسنایدر کارگردان فیلم جاستیس لیگ به دلیل مشکلات خانوادگی از کارگردانی این فیلم انصراف داده و به جای اون جاس ویدن کارگردان فیلم اونجرز این فیلم رو به پایان میرسونه. دلیل اصلی خروج اسنایدر از این پروژه این بود که 2 ماه پیش دختر 20 سالش خودکشی کرد و در اون زمان فیلم برداری فیلم تا 2 هفته متوقف شد. اون موقع اسنایدر تصمیم گرفت برای اینکه بتونه با این تراژدی کنار بیاد کارگردانی فیلم رو ادامه بده که نهایتاً نتونست این کار رو انجام بده و از کارگردانی ادامه فیلم انصراف داد. با اینکه فیلم جاستیس لیگ در حال حاضر در مرحله پس از تولید قرار داره، با این حال هنوزم فیلم برداری تعدادی از صحنه‌های فیلم باقی مونده که کارگردانی این بخشا بر عهده جاس ویدن کارگردان فیلم انتقام جویانه. فیلم جاستیس لیگ قراره که در تاریخ 26 آبان اکران بشه و به نظر نمیرسه که این تاریخ با توجه به اتفاقای پیش اومده دستخوش تغییر بشه. 3 سال از اتمام ساخت حساس‌ترین آشکارکننده ماده تاریک دنیا با اسم زنون وانتی میگذره. پژوهشگرا امیدوارن با کمک این آشکارکننده بتونن در سال‌های آینده پرده از اثر مرموزترین ماده جهان هستی، یعنی ماده سیاه، بردارن. زنون وانتی برای آشکارسازی برهمکنش‌های بسیار ضعیف ذرات ویمپ به کار میره. گفته میشه ویمپ‌ها تشکیل دهنده ماده تاریک هستن. این آشکارساز برای دور بودن از پرتوزایی خارجی توی عمق 3600 متری از سطح زمین ساخته شده و توی اون با 2000 کیلوگرم زنون پر شده. پژوهشگرا امیدوارن با ردگیری پرتوهای نوری ناشی از برخورد زنون مایع با ویم اطلاعات مفیدی از ماهیت ماده تاریک به دست بیارن. اگرچه ویمپ ها در مرحله اول این پژوهش که فقط 34 روز طول کشیده دیده نشدن، اما پژوهشگرا از همین نتایج جزئی به دست اومده هم رضایت دارن. پژوهشگرا بررسی کارشناسی داده‌های اولیه این ماشین آشکارساز رو شروع کردن. برای خوندن جزئیات بیشتر میتونید به وبسایت زومیت مراجعه کنید. استودیوی تیک تو اینتراکتیو مالک کمپانی‌هایی مثل راکستار و توکی گیم که وظیفه ساخت مجموعه‌ای مثل NBA 2K و GTA رو به عهده داره، لقب سومین شرکت بزرگ صنعت بازی‌های ویدیویی رو به خودش اختصاص داده. این شرکت روز گذشته گزارش مالی سال 2017 خودش رو منتشر کرد. در گزارش مالی این شرکت مشخص شده که درآمد خالص اونا نسبت به سال گذشته با 26% افزایش به 1,780,000,000 دلار رسیده و درآمد حاصل از فروش دیجیتالیشون هم با رشد 32% مواجه بوده. در 3 ماه آخر سال 2016 هم درآمد خالص این شرکت به رقم 571,600,000 دلار رسیده که باز هم نسبت به سال گذشته 52% افزایش داشته. در انتهای این گزارش هم تیک تو اعلام کرد که بازی GTA 5 که در سال 2013 عرضه شده تونسته بیش از 80 میلیون نسخه فروش داشته باشه و به این ترتیب بعد از ماینکرافت، تتریس و بی اسپورتس به 4 بازی پرفروش دنیا تبدیل بشه. توی هایلایت امروز قراره یه اپلیکیشن کاربردی برای یادگیری زبان رو بهتون معرفی کنیم. انکی موبایل فلش کارتس در حقیقت با زمانبندی مناسب مرور لغات و عبارات به شما توی یادگیری و به خاطر سپردنشون کمک میکنه. فلش کارت ها بسته به این که تو چه مرحله ای از یادگیری باشن توی بازه های زمانی مختلف مرور میشن. رکورد گینس امروز به فدریکو رانلیتی از ایتالیا تعلق داره. اون تونسته توی 3 دقیقه 20 آیتم رو با توپ گلف مورد حسابات قرار بده.
و اما بریم سراغ خبرهای کوتاه و البته مهم. هواوی لپتاپ 13 اینچی میتبوک ایکس رو با پردازنده های سری کورای اینتل و ضخامت کمتر از مکبوک های اپل معرفی کرد. استودیو CD Projekt Red اعلام کرد که کاربران نسخه بتای بازی گونت یک نسخه رایگان از بازی دویچر 2 رو دریافت میکنند. طبق اعلام مایکروسافت ویندوز 10S جایگزین ویندوز 10 موبایل نخواهد شد. فیل اسپنسر رئیس ایکس باکس در توییتی مدعی شد کنسول اسکورپیو بهترین تجربه کنسولی بازی های مالتی پلتفرم رو ارائه میده. HP اولترابوک MV13 رو برای رقابت با سرفیس لپتاپ مایکروسافت معرفی کرد. سرویس ایکس باکس گیم پاس از امروز در دسترس کاربران گولد قرار گرفت و از 11 خرداد به صورت عمومی منتشر میشه. و هواوی گوشی آنر 6A رو با پردازنده اسنپ دراگون 435 و قیمت پایه 116 دلار معرفی کرد. تو ویدیوی جالب امروز مقر جدید اپل رو از دید پهباد ببینیم. ممنون که هایلایت امروز رو تماشا کردین و آخر هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. مرسی، تا شنبه و یه هایلایت دیگه. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار. کارگردانی این بخش رو بر عهده جاس ویدن، کارگردان فیلم انتقام جوان. توی عمق 3600 متری از سطح زمین ساخته شده. و درآمد حاصل از فروش دیجیتالیشون هم با رشد 32 درصد.